آغاز به کار 79 اجلاس مجمع عمومی ملل متحد و انتخاب شایسته جناب عالی را تبریک میگویم. امیدوارم که موضوع مهم این اجلاس یعنی صلح، توسعه پایدار و کرامت انسانی افقی روشن در برابر نسل‌های کنونی و آینده بگشاید. سال گذشته رئیس جمهور خدمتگزار کشورم ابراهیم رئیسی از همین سخنگاه با شما سخن گفت. او در راه خدمت به مردم ایران شهید شد. روحش شاد باد. من اینک برای اولین بار از این جایگاه ریاست جمهوری اسلامی ایران با شما سخن میگویم. مردم ما در انتخاب من به شعار محوری وفاق ملی رأی دادند. این شعار منطبق بر دستور خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم است. مطابق آموزه های قرآن در آفرینش انسان ها همگی از یک ریشه هستند، پیامبران آمده اند که اختلافات را بر مبنای کتاب حل و فصل کنند. انسان ها اختلاف نمی کنند مگر آنکه زیاده طلبی و تمامیت خواهی آنان را از راه حق دور کند. امام علی علیه السلام در خطاب به یکی از فرمانداران می فرماید با تمام وجود به مردم مهر ببرس، محبت کن و لطف خود را شامل حال آنان بگردان. مبادا با مردمان تحت فرمان خیش با نامهربانی و خشونت برخورد کنی، زیرا مردم دو دستند، یا برادر دینی تو هستند یا در خلقت با تو برابر. رسالت همه پیامبران استقرار و گسترش حق و عدالت در جامعه انسانی بین همه انسانها بدور از رنگ، نژاد، جنسیت و زبان بوده است. صلح و امنیت در جهان مستقر نخواهد شد مگر اینکه حقوق همه انسانها، جوامع و ملتها در چارچوب عدالت و انصاف رعایت شود. سوال اینجاست که آیا علت جنگ و خونریزی که در دنیای امروز در جریان است غیر از این است که متجاوزی به حقوق دیگران تجاوز کرده است؟ حقوق ملتی را نادیده گرفتند، تبعیض و نابرابری را اعمال کردند، گروهی را در ضعف و عقب ماندگی نگه داشته و حق و حقوق دیگران را نادیده انگاشتند. تا زمانی که بی‌عدالتی، ظلم، زیاده‌خواهی، فقر در جهان و در منطقه حاکم باشد، جنگ و خونریزی ادامه پیدا خواهد کرد. ما تا به ریشه های این نابسامانی ها نپردازیم، نمیتوانیم آینده فرزندانمان را از تاریکی و نابودی نجات دهیم. آقای رئیس، من با برنامه مبتنی بر اصلاحات، وفاق ملی، تعامل سازنده با جهان و توسعه اقتصادی وارد کارزار انتخابات شدم و موفق شدم اعتماد هموطنانم را در پای صندوق‌های رأی جلب نمایم. من قصد دارم بنیان‌های استوار برای ورود کشورم به عصر جدید و نقش‌آفرینی سازنده و مؤثر در نظام در حال ظهور جهانی پایگذاری کنم. موانع و چالش‌ها را برطرف و مناسبات کشورم را بر اساس ملزومات و واقعیت‌های دنیای امروز سازماندهی نمایم. آقای رئیس، مردم جهان در یک سال گذشته ماهیت رژیم اسرائیل را دیدند. سردمداران این رژیم چگونه جنایت می کنند و در 11 ماه بیش از 41,000 مردم بیگناه را در غزه به خاک و خون کشیدند که بیشتر زنان و کودکان بیگناهند. ولی به نسل کشی، کودک کشی، جنایت جنگی و تروریسم دولتی می گویند دفاع مشروع. به بیمارستان و مهد کودک و مدرسه می گویند هدف مشروع نظامی. به مردم آزادی خواه و شجاعی که در غرب و شرق جهان به نسل کشی آنها اعتراض می کنند می گویند یهود ستیز. به مردم مظلومی که پس از 7 دهه اشغال و تحقیر علیه آنها به پا خواستند می گویند تروریست. ولی این اسرائیل است که دانشمندان، دیپلمات‌ها و مهمانان من را در سرزمینمان ترور میکنه و از داعش و گروه های تروریستی پنهان و آشکار حمایت میکند. در مقابل ایران از جنبش های آزادی بخش و مردمی حمایت کرده است که 4 نسل از قربانی جنایت و استعمارگر رژیم اسرائیل بودند.
ما در کنار مردم کشورهای شما که در خیابانها علیه اقدامات اسرائیل تظاهرات میکنند ایستاده ایم و جنایات علیه بشریت را محکوم میکنیم. جامعه جهانی باید فوراً خشونت را متوقف کند. هر چه زودتر آتش بسی دائمی برقرار گردد و وحشیگری دیوانوار اسرائیل در لبنان پیش از آن که منطقه و جهان را به آتش بکشد متوقف شود. رژیم اسرائیل در غزه شکست خورده است و با جنایت و وحشیگری تلاش برای گسترش جنگ نمیتواند افزایش افسانه شکست ناپذیره خود را بازسازی کند. طبیعی است که جنایت کور و تروریستی چند روز گذشته و تجاوز گسترده علیه لبنان که هزاران انسان بیگناه را به خاک و خون کشیده است بی پاسخ نمیماند و مسئولیت عواقب آن با دولت‌هایی است که در برابر تلاش‌های بین المللی برای پایان دادن به این فاجعه وحشتناک می‌ایستند و هنوز نام خود را مدافع حقوق بشر می‌نامند. تنها راه پایان دادن به کابوس 70 ساله ناامنی در غرب آسیا و جهان بازگرداندن حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین است. پیشنهاد می‌کنیم که تمامی مردم فلسطین، چه کسانی که اکنون در سرزمین مادریشان حضور دارند و چه آنهایی که مجبور به ترک خانه و کاشانه شدند، در یک همه پرسی سراسری آینده خود را تعیین کنند. ما معتقدیم با چنین سازوکاری میتوان به صلحی پایدار رسید. تنها از این طریق است که مسلمان، یهودی و مسیحی میتوانند در سرزمین واحد و در آرامش و به دور از نژاد پرستی و آپارتاید در کنار هم زندگی کنند. عالی جناب، به تاریخ معاصر منطقه نگاه کنید. ایران هرگز آغازگر هیچ جنگی نبوده است. تنها در برابر تجاوز دیگران قهرمانان از خود دفاع نموده و متجاوزان را پشیمان ساخته است. ایران سرزمین هیچ ملتی را اشغال نکرده است. چشم به منافع هیچ کشوری نداشته است و بارها برای ایجاد و صلح و ثبات پایدار در منطقه طرح‌های گوناگون به همسایگان و مجامع بین المللی پیشنهاد داده است. ما از ضرورت اتحاد منطقه و تشکیل یک منطقه قوی سخن گفته ایم. منطقه متحد و قوی بر چند اصل استوار است. اول اینکه بپذیریم همسایه ایم و به لطف همسایگی همواره در کنار هم باقی خواهیم ماند. حضور قدرت های خارجی در منطقه موقتی و منشأ بی ثباتی است. توسعه و پیشرفت ما و شما به یکدیگر گره خورده است. برون سپاری امنیت به کشورهای فرامنطقه‌ای به سود هیچ یک از ما نیست. دوم اینکه نظم جدید منطقه باید فراگیر و به سود همه همسایگان باشد. نظمی که منافع تک تک کشورهای همسایه را تأمین نکند نمیتواند پایدار باشد. سوم اینکه کشورهای همسایه و برادر نباید منابع ارزشمند خود را در جهت رقابت‌های فرسایشی و مسابقه تسلیحاتی هدر دهند. منطقه ما از جنگ، تنش‌های فرقه‌ای، تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر، کمبود آب، بحران پناهندگی، تخریب محیط زیست و مداخلات خارجی رنج می‌برد. ما می‌توانیم با هم به این چالش‌های مشترک برای تأمین آینده‌ای بهتر نسل‌های بعدی رسیدگی نماییم. من رئیس جمهور کشوری هستم که در تاریخ معاصر خود بارها در معرض تهدید جنگ، اشغال و تحریم قرار گرفته است. هیچگاه دیگران به کمک ما نیامدند، به اعلام بیطرفی ما اعتنایی نکرده و حتی به کمک متجاوز آمدند. ما به تجربه آموخته ایم که تنها میتوانیم به مردم و توانمندی های بومی خود متکی باشیم. جمهوری اسلامی ایران مصمم است به تأمین و تضمین امنیت خود، نه ایجاد ناامنی برای دیگران. ما خواهان صلح برای همه هستیم و با هیچ کس سر جنگ و دعوا نداریم. ما خواستار صلح و امنیت پایدار برای مردم اوکراین و روسیه ایم. جمهوری اسلامی ایران ضمن مخالفت با جنگ و تأکید بر لزوم توقف سریع درگیری های نظامی در اوکراین از هر گونه راه حل صلح‌آمیز حمایت می کند و معتقد است تنها از طریق گفتگو این بحران خاتمه می یابد. آقای رئیس، در جهان به هم پیوسته کنونی امنیت و منافع یک کشور با نابودی امنیت و منافع دیگران هرگز تأمین نخواهد شد. ما نیازمند نگاهی جدید برای حل مسائل جهانی هستیم.
چنین نگاهی میبایست به جای تهدیدها بر فرصتها تمرکز کند. بر مبنای همین منطق تعاملی میتوان فرصتهای جدید را برای همکاری پدید آورد. ایران و قدرتهای جهانی با نگرشی فرصت محور به برجام دست یافتند و ما در برابر شناسایی حقوق ایران و رفع تحریم ها بالاترین سطح از نظارت ها در حوزه هسته‌ای را پذیرفتیم. خروج یک جانبه ترامپ از برجام نشانگر دیدگاه تهدید محور در عرصه سیاسی و نگاه قدرت محور در عرصه اقتصادی بود. تحریم های یک جانبه مردم را هدف قرار داده و در پی نابودی بنیان های اقتصادی ایران است. هدف امنیت سازی ایران است و نتیجه آن ناامنی برای همه. سیاست فشار حداکثری زمانی علیه ملت ایران به کار گرفته شد که ایران به گواهی آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای به تمامی تعهدات برجامیش عمل کرد. ما آماده تعامل با اعضای برجامیم. اگر تعهدات برجامی به طور کامل و با حسن نیت اجرا شود می توان در مورد دیگر مسائل هم وارد گفتگو شد. در اینجا خطاب به مردم آمریکا می گویم این ایران نیست که در کنار مرزهای شما پایگاه نظامی ساخته است. ایران نیست که کشور شما را تحریم کرده و مانع از روابط تجاری شما با جهان شده است. ایران نیست که مانع از دسترسی شما به دارو می شود. این ایران نیست که مانع دسترسی شما به نظام بانکی و پولی جهان شده است. ما نیستیم که سران ارتش شما را ترور کرده ایم، بلکه آمریکاست که عزیزترین سردار نظامی ایران را در فرودگاه بغداد ترور می کند. پیام من به همه دولت‌هایی که راهبردی غیر سازنده در قبال ایران در پیش گرفتند این است که از تاریخ درس بگیریم. ما می توانیم از این محدودیت‌ها فراتر رویم و دوران جدیدی را آغاز کنیم. این دوران جدید با به رسمیت شناختن دغدغه‌های امنیتی ایران و همچنین کار مشترک بر سر مسئله‌های مشترک شروع می شود. تحریم‌ها سلاحی مخرب و غیر انسانی هستند که با هدف فلج کردن اقتصاد کشور اعمال می شود. محرومیت از دسترسی به داروهای حیاتی یکی از دردناکترین پیامدهای تحریمی که جان هزاران انسان بیگناه را به خطر می اندازد. این اقدام نه تنها نقض آشکار حقوق بشر بلکه جنایتی علیه بشریت است. ملت ما در طول سالهای گذشته با تحمل سختی‌های فراوان ناشی از تحریم‌ها نشان داده است که در برابر ظلم و ستم ایستادگی می‌کند. اگرچه زخم‌های ناشی از تحریم‌ها بر پیکره جامعه ما عمیق است، اما مواجهه با این تجربه تلخ ما را به ملتی قوی‌تر با اراده‌ای پولادین و خودباور تبدیل کرده است. ایران آمادگی دارد برای ساختن دنیایی بهتر با قدرت‌های جهانی و همسایگانش مراودات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی مؤثر و از جایگاه برابر داشته باشد. پاسخ مناسب به چنین پیامی که از ایران صادر می‌شود، اعمال تحریم‌های بیشتر نیست، بلکه اجرای تعهدات قبلی در رفع تحریم‌ها برای بهبود واقعی شرایط اقتصادی مردم ایران است و زمین سازی برای توافق‌های بیشتر. من امیدوارم این صدا از ایران امروز به خوبی شنیده شود. متشکرم جناب رئیس.